دوستان سلام، به کانال ارز دیجیتال PSN خیلی خوش اومدید. خوشحالم که اومدم پیشتون مجدد. چند روزی سفر بودم، در خدمتتون نبودم، ولی الان میخوام یه استراتژی ساده و خوب با وین ریت بالا بهتون معرفی بکنم که جبران اون چند روزی که نبودم بشه. راجع به قرعه کشی پستم بهتون بگم، اصلا فراموش نکردم. این پنجشنبه قراره قرعه کشی انجام بشه. بین حالا اون دو سه تا پستی که در طول هفته گذشته قرار دادیم، قراره از بین کامنتاش قرعه کشی بکنیم و به دو نفر جایزه بدیم. این ویدیویی هم که میذارم داخل کامنتش حتما و حتما نظرتون رو بنویسید و یه کامنت قرار بدید، چون این رو هم من قراره از داخلش قرعه کشی انجام بدم. استراتژی که قرار امروز بهتون بگم در عین سادگی میتونه بسیار بهتون سود بده. در تایم فریم دیلی و 4 ساعت هم میتونید ازش استفاده کنید. وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ آموزش. خب دوستان، برای این استراتژی ما به دو تا اندیکاتور احتیاج داریم. یکیش مووینگ اوریج 200، یکیش هم بولینگر باند. از داخل اندیکاتورها اضافه شون میکنیم دیگه. اوستا شدید خودتون رو واردید، بی بی رو که بزنید، دو تا بی پشت سر هم بزنید، بولینگر باند رو براتون باز میکنه، اون رو اضافه میکنیم و بعدی هم ام ای یا همون مووینگ اوریج هستش که اون رو هم اضافه میکنیم. تنظیمات مووینگ اوریجمون رو قرار میدیم روی 200، رنگش رو هم میتونید به سلیقه خودتون عوض بکنید و در نهایت اوکی میکنید. بولینگر باند هم هیچ تنظیمات خاصی قرار نیست انجام بده، هم تنظیمات پیشوز و دیفالت خودش رو قراره استفاده بکنیم. خب دوستان، توی تایم فریم 4 ساعته و دیلی میتونید ازش استفاده بکنید و ازش سودای خوبی رو میتونید بگیرید. خب نحوه کار چجوریه؟ اول از همه بهتون بگم که من این مووینگ اوریج 200 رو دیدید، من همیشه توی همه استراتژیام 70-80% استراتژیام هستش، برای اینکه خب ازش استفاده میکنیم که اگر قیمت بالای مووینگ اوریج 200 بود وارد مثلا پوزیشن بای میشیم، اگر هم قیمت زیر مووینگ اوریج 200 بود فقط در پوزیشن سل یا شورت ازش استفاده بکنیم. این مووینگ اوریج 200 هم اینجا دقیقاً همینه کاربردش و قراره باز هم ازش استفاده بکنیم. هر موقع قیمت بالای مووینگ اوریج 200 بود، یعنی که بازار فعلا سعودیه و ما اجازه داریم فقط پوزیشن لانگ یا بای بگیریم. خب مثال میزنم براتون، حالا بولینگر باندم بهتون توضیح میدم. قشنگ بشینید تا انتهای ویدیو رو ببینید، یه دقیقه هم جلو نزنید، یه ثانیه هم جلو نزنید، تک به تک این نکاتی رو که بهتون میگم رو بنویسید، یادداشت کنید، توی ذهنتون بسپارید تا بتونید سودای خوبی رو ازش بگیرید. بولینگر باند رو چیکار داریم؟ بولینگر باند یه دونه باند بالایی داریم، یه دونه باند پایینی داریم، یه دونه میدلاین یا همون لاین وسط هم داره. از این هم قرار ما استفاده بکنیم برای پوزیشن گیریمون. پس شرط اول، مووینگ اوریج 200، قیمت بالای مووینگ اوریج 200 شما فقط پوزیشن بای میگیری، اصلا ما به این سل شورت ها کاری نداریم، حتی اگه ما سیگنال داد سمتش نمیریم. یه جمله معروفی هست که میگه ترند از مای فرند، یعنی ترند دوست منه. ما با ترند قرار نیست مبارزه بکنیم و بجنگیم، ما با ترند پیش میریم، باهاش همراه میشیم، یعنی رفیق، ازش سودمون رو میگیریم به همین سادگی. ببینید هر موقع قیمت برخورد کرد به کانال بالایی و رنگ کندل قرمز شد، یعنی داره پوزیشن سل به ما میده، پوزیشن شورت به ما میده، و مووینگ اوریج هم اینجا بود، یعنی مووینگ اوریج 200 ما اینجا بود، قیمت ما زیر مووینگ اوریج 200 بود و این اتفاق افتاد، ما شروع میکنیم به پوزیشن شورت گرفتن، یعنی سل گرفتن، به شرطی که مووینگ اوریج 200 ما بالای این باشه. الان نگاه کنید شرایط برعکس، مووینگ اوریج پایینه، من این رو نمیگیرم. وقتی اینجا بود مووینگ اوریج، من این سیگنال رو برای ترید میگیرمش حتما. وقتی که این اتفاق افتاد، من اینجا پوزیشنم رو باز میکنم، دقیقا اینجا، یعنی این کندل رو من دیدم بسته شد، سر کندل بعد قرمز رنگ بود، من وارد ترید میشم، پوزیشن شورت میگیرم. تا کجا میگیرم؟ تا این خط وسط بولینگر باند رو من تارگت قرار میدم. چرا؟ ببینید این
خط وسط بولینگر باند هم میتونه نقش حمایت باشه هم مقاومت. یعنی اکثر موقع ها توی حالا تایم فریم های بزرگتر مثل دیلی و 4 ساعته به این واکنش نشون میده. ببینید چند جا بهش واکنش نشون داده. خب اجازه بدید من پوزیشن رو براتون باز کنم. ببینید تو این بازار تو این تایم فریم دیلی که من دارم بهتون میگم دیگه باید 5% ضرر رو تحملش رو داشته باشه. یعنی 5% ضرر دیگه چیز خاصی نیستش برای تایم فریم دیلی. همونجور که سوداش خوبه، خب حد ضرر بزرگتری هم داره دیگه. توی تایم فریم 4 ساعت هم میتونید ازش استفاده بکنید بسته به خودتونه. ببین نقطه ورود میشه اینجا، استابلاس میاد بالای شادوی کندل قبلی یعنی اینجا، و ما تقریبا تا این خط وسط زرد رنگ میدلاین اون میگیریم، تقریبا 2.8 میشه. حالا من سودی اگه بخوام بهتون حساب کنم یه چیزی هلوهوش 20%، 18%، حالا مثلا تا این بالا هم ما بگیریم 16%، 15% بهتون در عرض 2 روز سود میداده. روی اتریوم هم هستیم. خب حالا من برم جلوتر بهتون باز هم توضیح میدم که چجوری ازش سیگنال بگیرید. پس توجه داشته باشید 5% ضرر، 4% ضرر چیز عجیب غریبی نیست. از اون برم دارید سودای خوب میگیرید، یعنی 1-3 داشتید سود میگرفتید دقیقا. خب ببینید کندل اومد اینجا بسته شد در تایم فریم دیلی، بلندتر از 3 تا کندل قبلی خودش اومد اینجا خودش رو تثبیت کرد و ما قراره اینجا الان دیگه وارد معامله بای بشیم یا لانگ بشیم. من لانگ رو باز میکنم، استابلاس رو قرار میدم اینجا. خیلی هم دیگه استابلاستون رو بلند نگیرید، مثلا اگه کندل بلندی هست لازم نیست تا شدوی انتهای این دوباره این کار رو انجام بدید، تا همین نصف شدو هم میتونید این کار رو انجام بدید و استابلاستون رو اینجا قرار بدید. حد سود تارگت اول من اینجاست، یعنی تقریبا قرار میگیره این خط وسطی زرد رنگ، و اگر دوباره از این نقطه رد شد من دوباره این رو هم باز میگیرم. بسته به بازار دیگه، ببینیم برخورد میکنه. تارگت رو زد، خب تارگتمون رو زد. حالا من اگه از اینجایی که وارد شدم سود رو بهتون بگم، تقریبا تا اینجا رو اگه میگرفتیم که میشه 6% اگر نگه میداشتید، و تا این باند بولینگر بالا که اولین کندل قرمز رو زد نگه میداشتید 30% بهتون سود میداد. بذاریم ببینیم تا کجا پیش میره. خب من به شخص خودم ریسک نمی کنم و این کندل قرمز رو که دیدم خارج میشم، یعنی انتهای این کندل خارج میشم. سود من چیزی هلوش 12% مثلا میشه، 14% میشه. به همین سادگی شما میتونید از بولینگر باند استفاده بکنید، سودهای خوبی رو بگیرید. دوستانی که توی بورس هم اصلا میتونن ازش استفاده بکنن، فقط اونا میتونن برای خرید ازش استفاده بکنن دیگه. اینجا خرید میکنن، تارگت اول رو این میدلاین میذارن، خط وسط کانال میذارن و انتهاش دیگه اون بالا قرار میگیره دیگه. خط بالا و قسمت بالایی کانال میتونه تارگتشون باشه. اینجا تا اینجا مثلا میتونن بگیرن، اونا نمیتونن پوزیشن سل بگیرن. این مووینگ اوریج 200 رو هم مد نظر قرار بدید، خیلی مهمه که قیمتمون بالا و روندمون صعودی باشه، قیمت بالا باشه، و هر موقع که اتفاق افتاد و قیمت اومد زیر مووینگ اوریج 200 دیگه پوزیشن با یا لانگ نگیرید، فقط شورت بگیرید. خیلی آسون و راحته. دوستانی که تازه وارد هستن تو بازار میتونن اینجوری ازش سود بگیرن. همش هم سود نیست دوستان، فکر نکنید تمام حالا پوزیشن هایی که باز کنید قراره بره توی سود. نه، هر استراتژی مقدارش بالاخره توی ضرر میره دیگه. مهم اون براینده است که همیشه راجعش صحبت کردم، براینده هفتگی ماهانه‌تون مثبت باشه. این استراتژی هم که گفتم برید توی نسخه تریدینگ ویو حالا آزمایشی یا توی متا تریدرتون آزمایشی تستش کنید، آزمایشش کنید تا بهش عادت بکنید. اصلا یه ذره کندل شناسی باید بلد باشید.
راجب کندل مثلا همر و دوجی و انگولف و این چیزا هم اگه بدونید خیلی کارتون رو راحت تر میکنید و سیگنال خوبی رو میتونید ازش بگیرید. ممنونم که در این ویدیو آموزشی باز با من همراه بودید. این ویدیو هم تو قسمت کامنتاش جایزه داره، حتما کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، اگر دوست داشتید سیوش کنید، برای دوستاتون شیرش کنید، شیر گفتم، و امیدوارم که سود خوبی هم ازش بگیرید. ممنونم، موفق و پرسود باشید، خدا نگهدار.